وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عده زیادی در نامه ها و غیر نامه ها درباره غم زنی از ما سوال می کنند. من می خوام به صورت شفاف و مستدل خدمت شما عزیزان این مسئله رو بشکافم. اولا شک و تردید نداشته باشید که غم زن ها روی عشق به امام حسین دارن غم می زنن. ما در نیت پاک اونها حرف نداریم، راه اشتباه رفتن. مسئله عزاداری یا باید منصوص باشه یا اطلاقات باشه. به عبارت واضح تر یا به ولی آیا غم زدن هم در عرف مصداق عزاداری است؟ زمان ائمه معصومین بوده؟ نه. در عرف مصداق عزاداری است؟ نه. این غم زدن باعث شده است که دشمنان ما به وسیله آن دنیا رو بر ضد ما بشورانند، یعنی ایجاد تنفر کنند. عجیب است، یکی از دوستان میگفت امسال هر شبکه ای از شبکه های مخالفین رو باز کردم دیدم از مراسم عاشورا جز غم زنی رو نشان نمیدن. اون مجالس باشکوه، اون دستجات باشکوه، اون برنامه های باشکوه، اون سخنرانی ها و مدعی های باشکوه، خبری از اونا نیست. هرچه هست فقط همیزنی نشون بیدن که دنیا رو از ما متنفر کنه. من اگر در مجلس غمزنی باشم دوست دارم دست این غمزن رو ببوسم، قمر از دستش بگیرم، بگم برادر عزیز، این غمزنی امروز، حالا یک روز وضع دیگری داشت و بعضی علما درباره چیزی گفتن، امروز این غمزنی به ضرر اسلام و تشیع. من دست رو میبوسم، یه واحد انتقال خونم اون گوشه میگم آماده باشه، برو خونت رو اونجا بده، با این خونت نجات بده شخص مسلمانی را، نه اینکه با این خونت مسلمانی رو به خطر میدانم. روی عشق امام حسین این کار میکنه، اما این راه درست نیست. ضرر زدن به خود در اسلام درست نیست. شما نگاه بکنید در این منظرهای غمزنی، بچه کوچکی را آورده، بچه داره گریه میکنه، داره سرش غمه میزنه، این هم به تمام دنیا روزا نشان میدهند و اون وقت دنیا را از ما متنفر میکنن. نه آقا نمیشه، کار غلطیست. یه عده ای قمه ها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خون ها رو بریزن، که چه؟ که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداریست؟ تو سر زدن عزاداریست. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینشون میزنن، این عزاداریست، عزاداری معمولیست. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداریست؟ این جعلیست. اینها چیزاییست که از دین نیست، بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند. امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است. نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی عصر ارواح نافدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیر المؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان های عالم و غیر مسلمان ها به عنوان یک گروه آدم های خرافی بیمنطق معرفی بشوند. من حقیقتا هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعا یک خلاف هست، یک بدعت هست، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم، نکنن این کار رو. من راضی نیستم. من قلبن اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد خمه بزند، قلبن من از اون ناراضی هستم. این قطعا خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کجا کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی.